ای مرد تو خوانده شدی، تو از خانه و باغ زندگیت محافظت کنی، و ای زن تو مست شدی تا حکمت خدا در خانه و خانوادت باشی. زمان زمان پژمردگی نیست، زمان زمانی که همش گریه بکنی بگیز من ضعیفم نیست، زمان زمانی که ضعیفان در حضور خداوند قوتی تازه خواهند یافت. افتادن برای همه آدم ها تو دنیاست، اما قوت بلند شدن برای من و تو در مسیح عیسی است. وقتی که تو فشارها هستی خداوند را بخوان، خداوند نزدیکتر از هر وقت دیگه با تو هست. وقتی در روزهای سخت هستی با قوت اعلام کن، خداوند من، ولی من، حکم من، نجات دهنده من، پادشاه من زنده است و من از اون روزهای سخت خواهد رهانید. روح خدا تو را مس کرده تا فقیران را بشارت دهی، او تو را فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشی. بس دیگه نگو ضعیف هستم، تو در مسیح قوت انجام هر کار نیکویی رو داری. مسیح میگه هر کی به من ایمان بیاره چشمه های نهر حیات از درونش جاری میشه. اگه باور داری آنچه که اعلام میکنی از خداست، پس منتظر باش تا اون رو دریافت کنی. خداوندی که هم بر دنیای جسمانی و هم بر دنیای روحانی حاکمه، خدایی که تمام قدرت ها زیر پاهای اوست. پس بیایید به شایستگی آن خدایی که ما را به پادشاهی جلال خود دعوت کرده رفتار کنیم. شکرگزارم خداوند به نام عزیز عیسی مسیح برای محبت تو، هاللویا، برای قدرت کلام تو که قدرت عظیمی داره. شکرگزارم خداوند که روزی ما تو رو شناختیم و زانوهای ما در مقابل تو خم شد و اعلام کردیم ای پدر در مقابل تو خداوند زانوهای ما خم، در مقابل تو یشوع زانوهای ما خم، و میپذیریم خداوندی تو رو و نجات دهندگی تو رو. به راستی تو تنها یشوع هستی، تنها یشوع. ممنونیم خداوند که تو قبول کردی ادونای ما باشی، و ما با افتخار اعلام میکنیم تنها تو ادونای، خداوند، صاحب، مالک، ولی، حکم ما در آسمان و در زمین هستی. برکت بده ما رو خداوند، هر روز یه مکاشفه جدیدی از تو داشته باشیم و عمق به عمق تو رو بشناسیم و لوگوس کلام تو رو که لوگوس شفاست رو بدانیم. هللویا. نام عیسی فقط یه اسمی است. وقتی شیطان اسم عیسی رو میشنوه تمام بدن و شجرنامش به جلوی چشمش، بدنش میلرزه و شجرنامش به جلوی چشمش میاد. تمام اقتدار و عظمت عیسی. به خاطر همین یعقوب میگه، وقتی میگه نام خدا، شیطان وقتی نام خدا رو میشنوه، نام ادونای رو میشنوه یا نام یشوع رو میبینه، میگه میلرزه. هللویا، باید بلرزه. هللویا، که تو این نام رو خداوند چگونه به ما اعتماد کردی و به ما دادی، چه محبتی، چگونه به ما اعتماد کردی خداوند، و این وکالت نامه رو به بچه ها، دختر و پسرات داری میدی، به همه ایمانداران. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به وکالت من دیوها رو بیرون کنند و دست بر مریضان بذارن و شفا بیابن. هللویا، مرسی خداوند که همه بچه های تو این وکالت رو دارن. باشه که به نام عیسی مس این وکالت روی تو قرار بگیر خواهر برادرم، تا به قدرت نام عیسی برای زندگی خودت شروع کنی و به نام عیسی به زندگی مردم، به دیگران برسی. آمین. هللویا خداوندا. ممنونیم در حضور تو اومدیم، تو رو پرستش کنیم، تو رو به عنوان ادونای، به عنوان خداوند، آقا، سرور، صاحب، مالک در زندگیمون میپذیریم و نام تو رو جلال میدیم. با شکرگزاری. به نام عزیز پسرت یشوع. آمین. سرود حمد تو
این از سرود ما.
هللویا خداوند. ممنونیم خداوند، ما را فامیل خودت کردی یشوع، برادر بزرگتر، به عنوان نجات دهنده آقا سرور در زندگی ما، ما را پذیرفتی. هللویا، ما را نه با چون غلامان و کنیزان، بلکه چون فرزندان، چون خانواده الهی. هللویا، ما را هویت دادی، ما را اعتبار بخشیدی. ای خداوند، افتخار میکنم که نام تو هللویا ادونای منه، یشوع ادونای ماست. هللویا، نام تو رو برمی افرازیم و در حضور تو زانو میزنیم ای خداوند و اعلام میکنیم تنها یشوع، تنها نجات دهنده، تنها خداوند من. هللویا، عیسی مسیح. ممنونم خدای پدر که تو نامی به او دادی و با نام گذاری او ما را نیز هویت دادی، به ما ارزش گذاشتی، چون که اون نامش رو ما گذاشت، چون که اون نامش رو به ما داد، چون که او وکالت به ما داد. هللویا، پس هرچی نام عیسی بره بالا، اقتدار ما میره بالا. هرچی جایگاه عیسی بره بالا، اقتدار ما میره بالا. اگر اون روحی که او را از مردگان زنده کرد و در جایگاه آسمانی در نزد خدای پدر در دست راست او نشانید، ما را نیز با عیسی یشوع، هللویا، در دست راست او نشانید. آمین. پس ما جایگاهی، هرچی اعتبار عیسی رو بیشتر بشناسی، اقتدار تو میره بالاتر. هرچی یشوع رو بیشتر بشناسی، قدرت کلام لوگوس تو بیشتر میشه. هرچی بیشتر با او رابطه داشته باشی، کلام تو پر از قدرت میشه. وقتی اعلام میکنی به یک چیزی، هللویا، قدرتی از دهان تو به واسطه نام یشوع اعلام میشه که پشت اون چیزی که اعلام میکنی میره و میشه. آمین. هللویا. ممنونیم خداوند که تو نه فقط به عیسی نام دادی، به ما هم هویت دادی. پس تو رو میپرستیم با تمام وجودمون. در این پرستش خداوند، نام تو رو برمی‌افزاییم و تو رو جلال میدیم. به نام عیسی. آمین. پدر آسمانی، جلال باد به هر نام تو، از فال تا ابد و لبان، از فال تا ابد و لبان، زانوها در نزد خم شبن، چوبینن جلال و شکوه، دست ها به سوی گشوده، تا بعد تو را ستاید. پدر آسمانی، جلال باد به هر نام تو، از حال تا ابد و لبان، از حال تا ابد و لبان،
زانوها در نزد خم شود چوبینن جلال و شکوه دست ها به سویت گشوده تا با تو را ستایم تا با تو چشمانم را برمی افرازم به سویت خداوندم اعانتم از جانب سرور و مسیح من دستهایم را برمی افرازم به سویت خدا جلالت را نمایان کن در تنگی هایم جلالت را نمایان کن یشوع اعلام کن در شادی هایم جلالت را نمایان کن هللویا یشوع در خانواده ام جلالت را نمایان کن پدر چشمانم را برمی افرازم به سویت خداوندم اعانتم از جانب توست ای سرور و مسیح یشوعای من ای خدا من دستایم را برمی افرازم به سوی خدا بندم مشتاقه
دیدار تو پدر، آن حضور شیرین تو. از آسمان نیز آتش روح خود جلالت را جلالت را نمایان کن پدر. هللویا جلالت را نمایان هللویا جلالت را نمایان کن یشوع، جلالت را نمایان کن یشوع به نام عیسی مسیح. هللویا خداوند، در حضور تو خداوند آمدیم تو در حضور تو خداوند شبعت کنیم، در حضور تو استراحت کنیم. هللویا خداوند، امروز روز شفاست، امروز روز قوت، امروز روز امیده، امروز روز آزادیه، امروز روزیه که هللویا یشوع هامشیه، هللویا قدرت نام عیسی امروز عمل خواهد کرد در میان ما. ممنونیم ای خداوند برای حضور تو. ای خداوند شکرگزاریم که نامی به ما دادی، ما فوق تمامی نام ها، ما فوق سرطان، هللویا ما فوق کرونا به نام عیسی مسیح، ما فوق هر گونه تومور، ما فوق هر گونه زخم معده، ما فوق هر گونه کانسر به نام عیسی مسیح. هللویا در حضور تو خداوند قوم تو استراحت میکنن و در حضور تو ایستادن به نام عیسی مسیح. هللویا گفتی به نام من، به نام من، به نام من، به نام یشوع، به نام یشوع. هللویا خداوند اول از هر چیزی یک بار دیگه اقتدار تو را به عنوان ادونای یشوع بر زندگی خودم اعلام میکنم و به نام عیسی بر این قومی که امروز در حضور تو هستن، هللویا حاکمیت و مالکیت تو را ادونای به عنوان یشوع بر اونها اعلام میکنم و به نام عیسی مسیح خداوند میخوام خداوند بیای و در میان ما کار کنی. هللویا به نام عیسی مسیح، هللویا به نام مسی دعا میکنم برای اون شخصی که IMS گرفته، به قدرت نام عیسی تمامی این عصبها و نروهای این شخص، نرونهای این شخص به هم پیچیده شده به نام عیسی مسیح. ای دختر خدا در نام عیسی به نام یشوع تمام این قدرت بیماری که ریشش هم پیدا نکردن در تو، در نام عیسی به تو فرمان میدم نام تو هرچی که هست در مقابل نام خداوند من زانوی تو خم بشه و به نام عیسی در مقابل نام عیسی زانوی تو خم بشه و به قدرت نام عیسی عقب نشینی کن از زندگی این دختر و به نام عیسی شفای خدا از فرق سرش تا نوک پای جاری بشه و قوت جان او بشه و به نام عیسی هللویا گرمای حضور تو خداوند او رو فرا بگیره و تمامی این بیحالی و تمامی که ماهیچه‌ها در کنترلش نیست، عصب‌ها در کنترلش نیست و نمیتونه تعادل راه رفتن نداره و دائم لرزش و لرزش و لرزش داره، به نام عیسی لرزش‌های تو قطع بشه. شفای خدا رو بر تو اعلام میکنم به نام عیسی، لرزش های بدن تو قطع بشه، لرزش های دست های تو به نام عیسی مرد قطع بشه به نام عیسی. دکترها هر چاره که بد میکردن کردن، اما به نام عیسی لرزش دست های تو که میلرزه و بعد دائم یه جایی بذاریش و به بدنت بچسبونیش و به یه میزی بذاری که نلرزه، به نام عیسی بدون میز و بدون بدنت دست ها و لرزش دست های تو قطع بشه و شفای خدا بر تمامی عصب‌های تو به نام عیسی مسیح جاری بشه. هر گونه افسردگی که به واسطه این دردها بر تو اومده به قدرت نام عیسی قدرتشو میشکنم. هر قدرتی که شیطان فرصت پیدا کرده به واسطه کلام ناامیدی و لوگوس ناامیدی تو رو ناامید کنه که امیدی نیست، دکترها گفتن امیدی نیست، به نام عیسی قدرتشو میشکنم و دردتو بر شیطان
در مقابل نام یشوع دهن تو ببند. خداوند و نجات دهنده اینجاست، به زخمهای عیسی شفا بیا. هللویا. دعا میکنم برای کسایی که کرونا گرفتن تو این ایامی که درگیرن، خیلی درگیرن، خانواده ها درگیر این موضوع هستن، میخوام با هم متحد بشیم. هللویا. اول از هر چیزی به نام عیسی اعلام کن خداوند تو یشوعای من هستی، تو نجات دهنده من هستی، تو خلاصی دهنده من هستی، تو امنیت من هستی، تو چت من هستی، تو خداوند من هستی. هللویا. و تو رو به عنوان ادونای، به عنوان خداوند مالک صاحب زندگی میپذیرم و اسم تو رو بر قلب و وجودم حک میکنم. هر جا که میرم خداوند باشه که نه فقط دنیای روحانی و قدرت‌های تاریکی و دیوها ببینن، فرشتگان تو هم ببینن. هللویا. من قوم خدا، فرزند خدا هستم، من بیت شالوم هستم، من فرزند سلامتی هستم. با هم میخوایم دعا کنیم به نام عیسی و عزیزانتون رو به حضور تو بیاریم، کسایی که میشناسیدشون یا به شما گفتم براشون دعا کنید. مهم نیست ایماندار هستن یا بی ایمان هستن، یشوع قلبش برای هم است. به نام عیسی مسیح، ما که زیر اقتدارش هستیم، پس ما به عنوان غلامان و کنیزان او این اقتدار رو داریم و این وکالت رو داریم. میخوام با هم دعا بکنیم. هر کدوم از شما اون عزیزانی که میشناسید، همینطور نچرخید، اونایی که میشناسید، نمیخوام یه گله رو به خودتون برداری بیایید، اونهایی که میشناسید یا به اسم به شما گفتن میشناسید و داشتید براشون دعا میکردید. هللویا. میخوام همه و همه، همه مریض ها، کلام خدا میگه و مردم تمام مریض هاشون رو می آوردن نزد پاهای عیسی، نزد پاهای عیسی. پس اگر اونها نمیتونن بیان، مثل اون چهار نفری هستیم که دوستشون رو بلند کردن، ورداشتن، آوردن از سقف، باز کردن، فرستادن. ایمان مریض نبود، ایمان اون چهار نفر بود که اون رو شفا داد. پس ما به عنوان این افراد اونها رو جلوی تخت فیض خدا میاریم، جلوی تخت پادشاهی یشوع میاریم. هللویا. که نام او موافق تمامی نام هاست، موافق و نام او موافق تمامی اسامی که در خلقت وجود داره، در زیر زمین و دریا و روی زمین و موافق زمین، نام او موافق تمامی نام هاست، در مقابل او میاریم. هللویا. خداوند به نام عیسی مسیح، به نام تو میخوام سایه تو خداوند، خداوند فقط حرکت دستتو یک به یک به نام عیسی مسیح، قدرت کرونا در این افراد، قدرت شما شکسته بشه به نام عیسی، در ریا شکسته بشه به نام عیسی، در کلیا شکسته بشه به نام عیسی، در بدن در شکسته بشه به نام عیسی، در تبها قطع بشه و شکسته بشه به نام عیسی، تهوع شکسته بشه به نام عیسی، لخته های خون به نام عیسی، قدرت شکسته بشه و قدرت نام عیسی. خداوند میخوام روغن شفا رو بر اینها جاری کنیم، قوت شفا رو و ردای شفا تو بر اونها پهن کنی به نام عیسی. خدا تمامی این کسایی که در حضور تو اومدن و خدا جلوی فیض تو گذاشتیم، همچون خداوند مکانی عظیم، خداوند سالن عظیم که تخت پادشاهی تو از خداوند همه مریضان آوردیم در حضور تو و به نام عیسی تو ایشان رو به نام میشناسی، در نام عیسی، دختر، پسر، پیر، جوان، در نام عیسی، در حضور این یشوع به نام عیسی شفا بیا، 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 به نام عیسی قدرت کرونا در تو بشکنه. هللویا. همین امشب حال تو رو به بهبود خواهد رفت، فردا قوتی تازه، هللویا، مسی تازه، جانی تازه بلند خواهی شد، اشتها خواهی آورد. و به نام عیسی اونایی که تو بیمارستان هستن، به نام عیسی نفسشون بهتر، هللویا، وضعیتشون بهتر و اونها رو روانه کنن به خانه در نام عیسی مسیح. قدرت شیون و ناله در خانه های فرزندان خودمان، قدرتشو میبندم به نام عیسی و خون تو رو خداوند بر خانه فرزندانت اعلام میکنم و بر تک تک فرزندانت به نام عیسی و بر اهل خانوادهشون کوچیک و بزرگ اعلام میکنم و خون تو خداوند پوشش اینها باشه. هللویا. خداوند شخصی که سردردهای مدام داره، سردرد شدید داره میگیره و به نام عیسی گفتم باید بری سیتی اسکن کنی، احتمالاً نمیدونیم، این سردردها نرمال نیست، قطع نمیشه، مسکن میخوری،
جواب نمیده، حتی میگیرنم نیست. و نگرانی نکنه تو موری باشه. به نام عیسی مسیح، به نام یشوع، تمام مغز تو و تمام عصب‌های تو رو مس میکنم و شفای یشوع رو بر تو اعلام میکنم. در مقابل نام عیسی قدرت این بیماری شکسته بشه و هر چیزی که احتمال میدن به نام عیسی اوت، در نام عیسی سردرد ها قطع بشه، به نام عیسی سرگیجه ها قطع بشه، به نام عیسی حتی تهوع قطع بشه. و وقت سی تی اسکن میگیرن میگه نه، همه چی اوکیه، نگران نباش، چیزی در سرت وجود نداره. هاللویا. شخصی هست که به خاطر کرونا نه، اما یه لکه روی ریش به اندازه نمیدونم به پول کجا بگم، یه 2 یورویی یکم بیشتر روی ریش هست و لکه احتمال سرطان میدن روی ریه و قبلن هم به خاطر سیگار کشیدن و اینها احتمال میده به خاطر این بوده باشه. شخص زیاد مسنی هم نیست. عزیز خداوند، اول به سلامتی توجه کن، اما نمیخوام تو رو نصیحت کنم، تو میدونی چی درسته چی غلطه، اما میخوام به نام عیسی دعا کنم و شفای خدا رو برای تو اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. خداوند رو ببخش اگر از این ریه مواظبت درست نکرده. خداوند به نام عیسی مسیح شفا رو بر او اعلام میکنم، شفای خدا بر هر دو ریه تو، مخصوصا بر اون قسمتی که لکه سرطانی است، در نام عیسی مسیح. کوچک 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 و کوچک و کوچک و کوچک کوچک به نام عیسی مسیح، مثل یک ارزن اوت، به نام عیسی شفا بیام، به نام عیسی شفا بیام. خداوندا قدرت این سیگار کشیدن در رو میشکنم به نام عیسی. خدا میل سیگار کشیدن در رو قطع کن به نام عیسی. خدا حالش به هم بخوره بوی سیگار به نام عیسی، این اسارت سیگار رو ببن به نام عیسی و بکن از او دور کن. هللویا. خداوندا که نه فقط شفای او، بلکه خداوندا شهادتی از آزادی او، از هر چیزی که خداوندا به عنوان آرامش دهنده، به عنوان تسلی میکشه. خداوندا تو تسلی ما هستی در نام عیسی مسیح. خداوند ریه تو رو شفا داد به نام عیسی، به سر خدای زنده. هللویا خداوند. ای خداوند، شخصی هست که بیماری هورمونی، تغییرات هورمونی داره و هرچی هم دارو به دارو داره عوض میکنه، هیچ تغییری درش به وجود نمیاد و خیلی کلافه و عصبی شده. به نام عیسی مسیح، اول از هر چیز توبه کن به خاطر لعنت هایی که بر خودت کردی. چی که من میبینم به نام عیسی، او خداوند من رو ببخش برای هر چیزی که رو خودم من لعنت اعلام کردم و روی زندگیم لعنت اعلام کردم. خداوند من رو ببخش. توبه میکنم در حضور تو یشوع و به خونت من رو بپوشان. و دائم اعلام میکنی که آره، این لعنت اجدادی روی منه،
همش لعنت به من رسیده، همش اداره میگه همش لعنت به من رسیده، هیچ کی به من نرسیده، فقط لعنتاش رسیده. هدایه این جمله رو دارم میبینم میشنوم. به نام عیسی توبه کن. مسیح روی صلیب به جای ما لعنت شد. پس هر لعنتی اومده به نام عیسی رو صلیب برداشته. و شفای خدا رو بر تو اعلام کنه. به نام عیسی هورمونای تو تنظیم بشه. به نام عیسی تنظیم بشه. به نام عیسی تمام فشار روحی روانی تو تنظیم بشه. خداوند تمامی استرس ها و فشار ها و طوفان های فکری به نام عیسی آرام بشه. به نام عیسی آرام بشه. به نام عیسی آرام بشه. به نام عیسی در حضور نام خداوند یشوع آرام بشه. و شفای خدا رو بر تو اعلام میکنم و تمامی هورمون های تو به نام عیسی تنظیم بشه. این کلافگی از زندگی دور بشه. افسردگی از زندگی تو دور بشه. این بیحالی و ضعف از زندگی تو دور بشه به نام عیسی مسیح. ای خداوند شفای تو رو بر این دخترت اعلام میکنم. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. ای خداوند میبینم این روزها یه اتک های خانوادگی و چیزهایی هست که خانواده ها تحملشون کم شده و دائم به هم دیگه میپرن. زن و شوهر، بچه ها، به بچه هاشون، با خودشون و دائم این درگیری وجود داره. به نام عیسی مسیح قدرت روح دیابولوس خودت رو میشکنم. از زندگی فرزندان خداوند بکش عقب. به نام عیسی بکش عقب در مقابل نام عیسی. زانو بزن. بکش عقب به نام عیسی. برو عقب و برو بیرون به نام عیسی. دست از سر این فرزندان خدا بردار. خداوند یک بار دیگه در حضور تو میخوام خداوند اینها رو ببخشی که با زبانشون همدیگر لعنت میکنن. ببخش خداوند که همدیگر رو سرکوب میکنن. ببخش خداوند که دائم لوگوس منفی به هم دیگه میگن. ببخش خداوند به خاطر خشمایی که به هم میریزن. ببخش خداوند به خاطر ناسزاهایی که به هم دیگه میگن. ببخش خداوند به خاطر این جمله طلاق و نفرینی که به هم دیگه اعلام میکنن. ببخش خداوند و به خون پسر تقدیس کن و خداوند از گناهان و خطاهای ایشان بگذر. خداوند خون تو رو بر زندگیشون میپاشم و روغن سلامتی و عافیت رو بر اونها خداوند ها. خداوند روغن از زندگیشون کم نشه. به نام عیسی روح تو بریزه. روح آرامی، روح سلامتی، روح بخشش بریزه خداوند. روح الزام و توبه خداوند رو بریزرشون. خداوند زندگیشون رو خداوند تبدیل کن. زندگیشون احیا کن. با فروتنی خداوند همدیگر بپذیرن و محبت کنن. در نام عیسی خداوند میخوام از گناهانشون ببخشی. لعنتاشون رو خداوند میشکنم و قدرتش رو باطل میکنم و سلامتی تو رو بر شما خانواده ها شالوم خدا رو اعلام میکنم. بر زندگیتون، بر روابطتون، بر قلبتون، بر دهانتون، بر کلامتون. به نام عیسی مسیح خداوند زندگی شما رو شفا دهد و به کمربند محبت شما رو ببنده. توبه کنید از حرام کردن این لعنتی که به هم دیگه اعلام کردید. خشمایی که به هم اعلام میکنید. و مدتی ممکنه خشمگین شدی، اصلا نفهمیدی خشمگین هستی. اعصاب نداری. خداوند من رو ببخش برای هر خطایی، هر جمله و لوگوس منفی که اعلام کردم به خانواده‌ام. من رو ببخش. بخاطر کلافگی کار و موقعیت و اجتماع و وقت نداشتن کافی. هی جملات منفی گفتی، خداوند رو ببخش. زبان رو تقدیس کن. افکار رو تقدیس کن. قلب رو تقدیس کن. و خداوند زندگی ها رو احیا کن. به نام عیسی مسیح. هر گونه رد و پای شیطان رو در زندگی شما میشکنم. هر گونه رد و پای دیابولوس قدرتش رو باطل میکنم. و به خون عیسی همه رو میشورم و پاک میکنم. هللویا. یشوع ادونای و خداوند و مالک و زندگی شما باشه. و یک بار دیگه در حضور خداوند. شما را در حضور خداوند به عهد ابدی برکت میدم. ای خداوند روح آرامی و روح سلامتی و روح محبت و روح تفاهم رو در میانشون جاری کن. در نام عیسی. به نام عیسی. آزاد شد تلخیات. آزاد شد بندهات.
آزاد شد اعتیادت به نام عیسی. ای فرزند خدا، اگه فکر میکنی اعتیاد گناه نیست، نمیخوام محکومت کنم، روح خدا بارها بهت گفته ولی داری خودتو فریب میدی. آزاد شو از اسارتات، آزاد شو به نام عیسی. میگه آره میخوام اما نمیدونم چیکار کنم، درگیرم، نمیتونم، نمیخوام برم جایی بستری بشم چون موقعیت کاریم به هم میخوره. اگر میخوای واقعا بذاری کنار، در نام عیسی قدرت این مواد در تو میشکنم و میل بکشیدنش در تو قدرت رو میشکنم و به نام عیسی مسیح آزاد شو از این اسارت، آزاد شو از اسارت، آزاد شو از این بند و به نام عیسی روح خداوند که روح تسلی آرامیه، به جای هر چیزی که میخواد تو آرامی بده، روح خدا تو آرامی بده به نام عیسی. خداوند من میخوام که تهوع بگیره و یک بار دیگه نه فقط میل نداشته باشه و که تهوع بگیره، یک بار دیگه بوی اون بهش بخوره به نام عیسی مسیح. چه خواهر چه برادر، هر دو میبینم، هم زن هم مرد، به نام عیسی آزاد بشید. روح خدا تسلی توست، نکشیدن چیزی. خداوند به خون تو ایشان را خدا تقدیس میکنم و قدرت اسارت در من میشکنم به نام عیسی. به نام عیسی آزاد شو، به نام عیسی آزاد شو، به نام عیسی آزاد شو. میل به کشیدن در تو خشک بشه، قطع بشه، اوت به نام عیسی. و شفای خدا را بر تو اعلام میکنم و روغن سلامتی رو بر سر تو و به نام عیسی زبان تو را به روغن روح خدا. کسایی که میکشن زبانشون رو بیارن بیرون به نام عیسی. روغن هللویا مس خدا رو بر زبان تو به نام عیسی مسیح، که از این پس دیگه لذت نبری از این طعمش، حالت به هم بخوره به نام عیسی. شفا بیا به نام عیسی، شفا بیاب به نام عیسی، شفا بیاب به نام عیسی، شفا بیاب به نام عیسی. آزاد، 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 آزاد شو به نام عیسی و قوت روح خدا تو رو فرا بگیره و بر پوری روح خداوند، هاللویا، بدون درد، هاللویا، آزاد شو به نام عیسی. پسر خدا زنده باش، گذر
زنجیری در نام او. هللویا، در نام عیسی، در نام یشوع، نه فقط هر زنجیری، هر بیماری در نام عیسی قدرت شکسته بشه، هر اسارتی در نام یشوع شکسته بشه، هر بندی در نام یشوع شکسته بشه، هر قدرت تاریکی در نام عیسی شکسته بشه، هر قدرت لعنت به قدرت نام یشوع شکسته بشه و خداوند امروز شفای تو قوت جانهای فرزندانت باشه. به نام عیسی خداوند میخوام مسیر رو از یشوع بریزی بر خادمینت و به نام عیسی تمام کسایی که خدمت میکنید از هر جای دنیا که هستید، خادم خدا هستید یا مبشرید یا حتما نباید خادم کلیسا باشید اما خدا رو خدمت میکنید، به نام عیسی مسیح میخوام دستاتون رو بکنید بالا. هاللویا، مس قدرت یشوع همشیه، به نام عیسی در دستهای تو، هاللویا، به جهت جاری کردن قدرت این یشوع با وکالت این یشوع، هللویا، وقتی دست بر مریضان میذارید به نام یشوع، هللویا، شفا بیابن و به نام عیسی، هللویا، خداوندا میخوام این مسو بر دستهای فرزندان جاری کنی. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. هللویا، این دست دوتا کار میکنه، یک، انگشت دیوها رو بیرون میکنه، خداوندا قدرت مس یشوع به جهت بیرون کردن دیوها، دو، قدرت مسیح یشوع بر پنج انگشتش به جهت خداوند گذاشتن دست بر مریضان. در نام عیسی مسیح، مسیح یشوع روی شما جاری بشه، به نام عیسی پسر خدای زنده با شکرگزاری. آمین، آمین، آمین. خدای پرجلال، رفیع و کریم، خدای محبت، مهربان بی‌نظیر، خدای پرقدرت، تغییر ناپذیر. عیسی تو هستی نجات دهنده، عیسی تو هستی شفا دهنده، عیسی تو هستی تازه کننده، عیسی تو هستی هللویا، کیست مثل تو؟ عیسی خداوند. کیست مثل تو؟ یشوع. کیست مثل تو؟ قادر مطلق. کیست مثل تو؟ هیچ کس نیست، نامت موفق تمامی نام ها، هر زانوی خم شود. هللویا، هر زبانی اقرار کند. تنها تو قادر و سزاواری، ابتدا آن یای آخری.
نام تو را مسیحا، رب الارباب تنها راه حیات. نور منی، عشقم تویی، فخرم تویی، نجاتم تویی. اعلام کنید، بخوانید با تمام قلب و دل و جان. شاد باشید، بخوانید با تمام قلب و دل و جان. شاد باشید، بخوانید با تمام قلب و دل و جان. مثل یشوع، هللویا. موفق تمامی نام ها تا در مقابل او هر زانوی خم بشه، در مقابل او هر زبانی اعلام کنه که تنها یشوع خداونده، برای جلال خدای پدر. آمین، هللویا، هللویا. جلال بر این نام خداوند که قدرت لوگوس این یشوع، هللویا، میتونه هر قدرت با فوقی رو که فکر میکنیم تو این دنیا زیاده، در مقابل او باید زانوش خم بشه. هر قدرتی فکر میکنیم خیلی عظیمه، باید زانوش خم بشه. کوها در مقابل یشوع فرو میریزند، طلا در مقابل یشوع فرو میریزند، درها در حضور یشوع، هللویا، باید پر بشن. هر چیزی در مقابل نام یشوع، اسمش هر چی که میخواد باشه، باید عقب نشینی کنه، باید بره کنار و راه یشوع باز بشه. آمین، هللویا. سرزمین ما به قدرت این لوگوس و برکت نام یشوع است که آزاد خواهد شد. آمین. در هفته گذشته راجع به این صحبت کردم و الان میخوام دوباره یه مقدار توضیح بدم درباره این موضوع. نه فقط باید بخوایم از عزیزانی که لعنتی گفتن پس بگیرن، ازشون خواهش کنیم که یه برکت بدن، و بعد خودمون هم همینطور. ممکنه بگه که ما بچه بودیم، گفتیم تا 44 سال، اما بچه هایی که تو مدرسه می بردن سر صبحگاهی، سر صف شروع می کردن هی گفتن، بچه بودی مجبور بودی بعد می گفتی، اما تو هم لعنت کردی، تو هم باید توبه کنی. همه ما باید توبه کنیم، فرقی نمی کنه. بچه دبستانی بودی، بچه راهنمایی بودی، دبستانی بودی، دانشگاهی بودی، کارمند بودی، مجبور بودن برن تظاهرات، مجبور بودن این وری ورت ببرن که به هر حال سر کار بتونی باقی بمونی، و هر زبانی که اعلام کردی لعنتی بودی باید توبه کنی. برای سر صف مدرسه که ایستاده بودی، باید به قول ما رو به جایی که ورزش صبحگاهی کنی، شروع میکردن لعنت، صبح و مدرسه با لعنت شروع میکردن. با تا لعنت نمی کردن سر مدرسه نمی رفتن. انتظار دارین چه نسلی بیرون بیاد؟ مدرسه که تمومش پر از لعنت یاد می دن، آموزشگاهش که اینطوری پر از لعنته، چه انتظاری داری؟ این همون نسلی که الان اومدن بالا، به خاطر همین ناامیدن. برای چی جوانها ناامیدن؟ از صبح تا شب لعنت، نفرین، لعنت، نفرین، لعنت، نفرین، به خاطر همین افسردن. بعد میواره جامعه است، بله جامعه اینطور شده، اما به خاطر لعنت ها جامعه اینطور شده.
لعنت قدرت داره سرزمین ها رو میسوزونه. کلام خدا در یعقوب داره میگه، میگه زبان قدرت سوزاندن داره، مثل جهنم سرزمین ما رو، این جهنم، این لوگوس سوزونده. و تنها چیزی که میتونه شفاش بده لوگوسه، لوگوس یشوا، لوگوس شفا، لوگوس حیات، لوگوس بازسازی، لوگوس سلامتی و لوگوس شالوم. و تو این چالش میخوام بریم جلو. اما یه چالشی که میخوام امروز اضافه کنم، اگر هر زمانی سفری میری، جایی میری، یه این ور شمالی میری، جنوبی میری، کوهی میری، کمری میری، کنار دریایی میری، کنار رودخونهی میری، کنار جویباری میری، کنار باقی میری، جایی اگر چیزی میری، تو جاده داری میری یا آن زمینی میبینی، حتی داری رد میشی برهای زمین خشکی میبینی، همونجا دستت دراز کن. خداوند این زمینهای خشک و حاصل خیز کن. لعنت رو از زمینهای خشک دور کن. آب میری، دستت رو بکن توی آب، همینطور که آب رو داری میریزی برکت بده. آبی خداوند که بول من رحمت داره میره، نمیدونم کجا میره، اما خداوند از اینجایی که من برکتش میدم هم سرچشمشو برکت بده، هم خداوند اون مقصدی که داره میره رو برکت بده. به کوی میری، باری به کوه نوردی میکنی، جایی داری میری برای تفریح، هر جایی میری، تپه‌ای میری، برکت بده اون کوه رو، برکت بده اون مکان رو. از کشور داری میری بیرون، یه جایی میرسی به مرز، اگه هوایی فکر میکنی یا زمینی میری، به مرز که رسی مرزها رو برکت بده. و خواهش که میکنم هر وقت برکتی میدید، خب نمیخواد از خودت چیزی بذاری، اما میتونی با موبایلت یه برکت بده و اونجایی که داری برکت میدی رو نشون بده. اون آبو داری برکت میدی، همینطور آبو میریزی، با دستای میریزی آبو میگیری، برکت میدی، نشون بده. کو رو برکت میدی، زمینی رو برکت میدی، باقی رو برکت میدی، محکم مکانی رو برکت میدی. روز قبلش یه جایی میبینی تظاهرات بوده، مرگ بر میگرده، فرداش که میری اونجا شروع کن در واقع اون سرزمین رو برکت بده، اون مکان رو برکت بده. این میدون بیچاره، اون مردمی که اونجا هن، اون مغازه داره که اونجا اصلا جگون رو ایگردن که هر روز میان اینجا یه دی لعنت میکنن و ول میکنن میرن، معلومه که به هر حال اونجا چه خواهد شد. ولی برکت بده. خودت نمیخواد داخلش باشی، اما توی موبایلت بگیر اونجا رو نشون بده و کلام برکتت کافیه. و اگه مایل بودی برای ما بفرست، اجازه بدیم این مثل یک در واقع یک حرکت، یه چالشی بشه بین ایمانداران. هر جا میرید برکت بدید. یه تیکه فیلم 30 ثانیه، 40 ثانیه، 50 ثانیه دعا کن، برکت بده. اون چیزی که در روح هدایت میشی دعا کن، اون چیزی که در روح هدایت میشی رو، صدای تو فقط باشه کافیه، فقط صدای تو باشه و تصویر اونجایی که داری برکتش میدی. بالای کوهی میری، شهر رو میبینی، زیر پات برکتش بده و این فیلمش رو برای ما بفرست. از هر طریقی که فکر میکنی میخوای بفرستی میتونی بفرستید. تلگرام داری، از طریق تلگرام میتونی بفرستید. فیسبوک هست، میتونی از طریق مسنجرش بفرستی. یا به هر حال بگید از طریق اینستاگرام یا هر جایی که به هر حال هست. ایمیل هست، ایمیل ها رو میتونید بفرستید. هر جایی که میتونید بفرستید بفرستید. باشه که این حرکت باشد که در واقع این چالش، هللویا، همه گیر بشه. همینطور که سرزمین ما به واسطه لوگوس لعنت و لوگوس مرگ ویران شد، ایمان دارم تاریخ سازان، هیستوری میکرها، کسایی که در واقع تاریخ رو میسازن، به نام عیسی کلیسای خداوند باشه، مسیحیان باشن که در دنیای روحانی ما شروع کنیم به بازسازی و راه را برای اونهایی که قرار زمینی بیان چیزی بسازن. آمین. که اونهایی که قلب دارن برای سرزمین، راه برای اونها باز بشه بیان بسازن. اگه سازنده هستن آمین که باشن، اگه قلبی برای این سرزمین دارن از بیرون میخوان بیان بسازن، بیان بسازن. اما ما جو روحانی و دنیای روحانی رو باز میکنیم. هللویا. این چالشی که امروز اضافه میکنیم به اون قبلی. نه فقط دعا کنید، برکت بدید، برکت بدید، برکت بدید، برکت بدید. و برای ما هم بفرستید. باشه که ما شیر کنیم و بذاریم. به هر حال باشه که همینطور که ایمان تولید میکنه، همینطور بچرخه، ایمانهای بیشتری و بیشتری تولید کنه. آمین که این صدا همینطور بچرخه توی سرزمین ما و هر قدرت ناله و لعنت و نفرین و بیماری و هر آنچه که بدی بوده رو به نام مسیح قدرتشو بشکنه، 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 بیماری بشکنه، لعنت رو بشکنه، مرگ رو بشکنه، فقر رو بشکنه، دروغ رو بشکنه، بی‌تفاوتی رو بشکنه، بی‌غیرتی رو بشکنه، خیانت رو بشکنه، بشکنه و بشکنه. هللویا. در عوض وفاداری، محبت و نیکویی و رحمت و شالوم و سلامتی خدا. آمین. این کاری که خدا میخواد ما انجام بدیم.
ما باید یاد بگیریم همه چیز از صلیب شروع میشه. صلیب آسمان و زمین رو به هم وصل کرد. با واسطه صلیب بخشیده شدیم و باید بدونیم همینطور که ما بخشیده شدیم ما هم ببخشیم. ببخشیم چرا که نمیدونن چی کار میکنن و کار درست رو انجام بدیم. اونا لعنت میکنن ما برکت میدیم. بخاطر مسیح میگه لعن کنندگان خود رو برکت بدید. برای چی؟ ما لعن کننده مون برای چی برکت بدم؟ وقتی برکت میگی قدرت لعنتشو میشکنی. همین به همین سادگی داره یه حکمت بهت میده. آمین. روش حکمته. میگه لعنت کن تو برکتش بده بشکنش. حالا انگار چی؟ انگار هیچ به هیچی. انگار نتونسته کاری انجام بده. قدرت برکت لعنت رو میشکنه، بلک میکنه. باشد که به نام مسیح این چالش شروعی باشه برای هللویا یک کار روحانی در آسمان ایران و در سرزمین ما و در زمین این سرزمین. آمین. شما رو برکت میدم به نام عزیز عیسی مسیح. هفته ای که شروع میکنید هفته پر از صلح و سلامتی و برکت باشد. دعا میکنم به نام مسیح مزمور 91 که رو شما اعلام میکنم. آمین که سایه خدا من چت زندگی شما باشد. آمین که رفت و آمدن تو خدا برکت بده. آمین که از خانت مواظبت کند. آمین که نام یشیا بر سردر قلب نه فقط تو بر خانتون هللویا حک بشه که هیچ قدرت تاریکی اجازه نداره. چرا؟ چون که این خانه صاحب داره. هم تو به عنوان خانه خداوند صاحب داری، هم به نام عیسی خانواده تو به واسطه تو. هللویا. من کسی هستم که صاحب دارم و در این خانه زندگی میکنم. پدر مادرم اونو نمیشناسن اما من عیسی رو میشناسم، من یشوع رو میشناسم و خداوند به خاطر وجود من این خانه رو برکت بده. به خاطر وجود من این خانه رو مواظبت کن. به خاطر وجود من خداوند نگذار این خانه فرو بریزه. به خاطر وجود من که فرزند تو هستم از این خانواده محافظت کن. اونها نمیدونن، شاید هم هیچ وقت نفهمن، اما خداوند یک روز آشکار خواهد شد. تو به خاطر من اینها رو برکت بده و خدا این قلب رو برکت میده. میدونم بعضی مواقع به عنوان ایماندار تو خانواده پدر مادرت خواهر برادرت بی ایمان اذیتت میکنن، فامیلت بی ایمان، دوست نداری براشون دعا کن، اینقدر بهشون گفتی مسخرت کردن، اهانتت کردن و برعکس میگن تو نجستی، برعکس میگن تو لعنتی، تو کفری، تو زیادی هستی توی خونه و میدونم دلت میشکنه و دوست نداری براشون دعا کنی. ببخششون. اگه عیسی بود چه کار میکرد؟ ببخش. ممکنه شاید هم هیچ وقت نجات پیدا نکنن، اما وظیفه من تو این است که ببخشیم شد همطور که خدا ما رو بخشید و براشون دعا کن. برادر سالها دارم دعا میکنم، باز هم دعا کن تا روزی که زنده ای دعا کن، تا روزی که اونها هم زنده هم دعا کن. حد شده لحظه ای دم مرگ خدا ملاقاتشون کنه، باز همچون اون جرقه جهیده از آتش باشن که از جهنم جون سالم به در میبرن. آمین. هفته که شروع میکنین هفته پر برکتی باشه. نام خداوند سردر خانه شما باشه و به نام عیسی تمام مس و برکت یشوعای خداوند بر شما باشد و بماند. به نام مسیح تا هفته آینده شما رو به خداوند میسپارم. آمین. آمین. آمین.